نمیخواد از من بترسی. خدا رو گواه میگیرم که تا حالا آزارم به یه مورچه‌ام نرسیده. ولی خوب گوش بگیر ببین چی میگم. یعنی من نباید بفهمم کی به زور اومده تو خونم؟ برای تو چه فرقی میکنه؟ فکر کن من مادرشم، خواهرشم، مادرزنشم. و برو خدا رو شکر کن که خودم پنهونی و بی سر صدا اومدم سراغت، نشونی تو ندادم به زنش بیان اینجا دادا هوا را بندازه روزگارتو سیاه کنه. یه کار خلاف شرع کردیم خانم. سواد داری من برم سیغنومه رو بیارم ببینی؟ موقت یا دائم؟ چه فرقی میکنه؟ گفتم موقت یا دائم. قراره بعدن دائم بشه. ببین خانم جو، یک کلام، یا پاتو از زندگی این مرد میکشی بیرون یا بلایی به سرت میارم که از زن بودن خودت پشیمون میشی. چرا به من میگین؟ چرا به خودش نمیگین تکلیفش رو یسر کنه؟ چون من زنم زورتون به من رسیده؟ نمیدونم شما چی کارشی و چه نسبتی باهاش داری، ولی بهترین حرفا رو بریم به خودش بگین، چون منم دیگه خسته شدم. یادت نره بهت چی گفتم. ببین پسر، الان وقتشه که بچسبی به کاربار خاندان دیوان سالار. تازه یه خورده جون گرفتیم، تازه داره بازم رابطمون با دربار خوب میشه و معاشرت رو شروع میکنیم. یه خورده داریم رونق میگیریم. زمانی که کاباره افتتاح بشه میدونی چشم چند تا رقیب رو کور میکنیم. تازه از همه اینا گذشته، سرخرامون رفت. بس کن دیگه نصرت، تو این دم و دستگاه بوگن گرفته هیچکی درد منو نمیفهمه. هیچکی، چون یه مش کله پوک بیمغز دور اطراف من گرفتن. فقط به فکر این هستین چجوری جیبای خودتون رو پر کنین و پهلوهاتون رو پربار. من میفهمم تو چی میگی، من میفهمم دردت چیه، اما اگه حرفاشمو یادت رفته، از این گوش گرفتی از این گوش در کردی؟ که بزرگ آقا میخواست همه دار و ندارشو بزنه به اسم دخترش، کار خوب میخواسته بکنه، عجل که مهلتش نداد. ولی حالا که چی؟ که چیش اینه که ممکنه شک کنه بزرگ آقا خودش مرده یا کشتنش. آره خب میشه، ممکنه شک کنه، بازم به من چه دخلش؟ به من چیه؟ تو کردی، خودتم جوابشو میدی دیگه. یعنی سر من اگه بره بالایی دار ککتم نمیکسه؟ سر مرگ رجب و اسد و زبی و اینا باید یه چیزی گفتی. چی؟ که نوکر باید بمیره تا ارباب سر جاش بمونه. خب مگه خون تو از اونا رنگین تره؟ تو هم یکیش. تازه اسمت میره تو لیست جان فداهای دیوان سالار. خیلی بی‌معرفتی قباد. من تا زمانی که تو حبس بودم همه فکر و ذکرم تو بودی. وقتی هم که اومدم بیرون شب و روزمو گذاشتم برای این که تو به هر چی که میخوای برسی، آقا بشی، سالار بشی، سرور بشی. خاک بر سر من که آخرش هم باید این حرفا رو بشنوم. جمع کن جلو پلاستو نصرت، با بچه که حرف نمیزنی. تو حبس به چی فکر کردی؟ نقشه کشیدی چجوری بیای بیرون؟ یه قائله پدری پسری هم را بندازی بلکه بتونی خودتو جا کنی بر دل دیوان سالارا، اونم فقط به خاطر لفت و لیست. این منت ها رو سر من هوار نکن.
همتون ساز خودتونو میزنی، دنبال داستانه خودتونی، ولی من تمومش میکنم، من این مسخره بازی تموم میکنم. سفره دیوان سالار لاغریش کسایی که دورور جمع کردی، نه من. من نصرتم، پدرتم. تا الان هر خرابکاری کردی من برات را سوریش کردم، هر گندی که بالا آوردید من لاپوشونی کردم، آخرش هم این دختر اکرم. بعض خود از من خیلی بدتر آقای پدر. من جای تو بودم با کلفت دوزاری نمیختم با هم. یه دفعه دیگه اگه این حرف رو بزنی چه غلطی میخوای بکنی؟ تو نمیفهمی چی میگی. برو بیرون دیگه، رنگ منم نمیبینی. گوشی به دست سرهنگ تیموری. بی‌معرفت. هستم. واقعا من کی هستم؟ کلک گیبه هستم. بمیری. این چه ریختیه؟ فکر کردم آل اومده. نه ترس. ببخش. میگن که آل واسه زن زاو میاد. مگه تو؟ من چی؟ تو همه چی؟ تو جونی، تو زندگی، تو عمری. خیلی خوب. حالا مزده نریز. دیوونه. با این سر قیافه برم بیرون آل که سهله. عقل جنم نمیرسه من کیم. بیشین خانم برات نونه. تازه گرفتم با پنیر لقوان فرد اعلی. چه وقت روز الان؟ دم ظهره. وای نمیخورم دیگه این حبا رو، شب و روزم قاطی کردم همش خوابم. باید بخوری. شهرزاد خانم گفته برات خوبه تا اوزاد ردیف شه. باید بخوری. اوزام ردیفه. بیا این لقمه رو بزن شکمت خالیه. میگم فکر کن همه چی بشین یه دقیقه میخوام با طرف بزنم. فکر کن مثلا همه چی درست شد. خب من به حقم رسیدم و اون اکرم پتیارم مغور اومد که دروغ دغل ساخته. آها بعدش چی؟ بعدش یعنی چی؟ بعدش چی؟ بعدش بعدش شدی؟ تو چی میشی؟ من احتمالا برمیگردم صابه میشم دوماد آجی همون صاحب کارم. بعدم یه هفشته بچه گوگولی مگولی. اوی حواستو جمع کن، من هنوز دیوونم. و مراقب برم منم دیوونم. آه درست صحبت کن. دیوونی تو هم جونم. چی کار کنم؟ تو بگو من همون کار بکنم. خودت بگو. میخوای نوکری تو کنم تا آخر اون؟ میخوای تا آخر اون بشم غلام حلقه به گوشت؟ و بذار یه چیزی بهت بگم جونم. بگو. مهریه من یه اسلحه هست با یه گلوله که باهاش مغز قبادو بریزم کف زمین. مهریه من قبل از عقد میخوام. شوخی نمی کنم. نخند. مهریه شما؟ آره. هرچقدر اون قباد بیورزه بود تو عوضش جنم داری. فکر نمی کنم برای کسی که تونسته دختر بزرگ آقا رو از اون دارالمجانین فراری بده پیدا کردن یه اسلحه کار سختی باشه. سخته؟ نه ولی چی؟ ولی من انتظارش آنم. انتظار چی؟ من فکر میکردم الان از خوشحالی در و دیوار گاز میگیری. بابا شیرین بذار حرفمو بزنم.
خوشحالی چیه؟ من از ذوق مرگ پاهم رو زمینی چی داری میگی؟ دارم میگم یعنی میشه، یعنی تو هم میخوای، واقعا میخوای؟ اگه نمیخواستم مرض داشتم حرف مهریه رو پیش بکشم. میخوام. چشم خانم، من یکم فرصت بده جون بخواستم، هر کاری بخواه بکنم. صابر جون، همه چیزی رو سر اون اکرم پتیار است. دلم میخواد بدونم الان کجاست، چه غلطی داره میکنه. دیگه حبس نمونم تو این زیر زمین. من بعد خودم میدونم چی کار باید بکنم. هستی تا تش دیگه صابر؟ صابر هستی تا تش؟ قیافم یا نباشم؟ نه، پس هستم. فقط باید بهم قول بدی که به خاطر منم که شده این قرصات رو مرتب بخوری. قول میدی؟ قول میدم. خب حالا که دختر خوبی هستی، منم یه خبر خوب برات دارم. ماشین از کجا؟ دزدیدیش صابر؟ دزدیدیش چیه؟ تو منو با کی اشتباه گرفتی؟ یه صابر عبدالی یه شهر، ما بالاخره واسه خودم آشنایی داریم دیگه. خجالت نگید جنازرون، تو رو خدا بفرمایید. خیلی لطف کردید. خواهش می‌کنم بفرمایید. نوش جونتون. خوبی دخترم؟ بهتری الحمدلله، الهی شکر. اگه یه وقت کاری چیزی داشتید من تو حیات هستم، صدا بزن. با اجازه. بفرمایید. ببخشید. یه خونی دویده تو صورتت. خیلی درد دارم. خیلی. درست میشه. بابا تو که از این بچه فوفولای امارت نشین نیستی که با یه توال ارزاز پا بیفتی. اما من دم مرگم، اینو خودم میفهمم. دیگه این حرف نزن، تو نمیمیری، نمیتونی بمیری. انقدر طوفان زده به گلخونه زندگی من که تمام ایل و تبارم خوشگونده. اگه یه جو عدله، اگه یه جو عدل تو مخیلات دنیا باشه، این قنچه رو دیگه از من نمیگیره. قنچه؟ خیلی وقت بود بخواستم باهات راحت حرف بزنم. یه باری از من پرسیدی که چی از جون من میخوای؟ اینم جوابش. میدونستی؟ نگو نمیدونستی. رو برات بازی کردم. رو که نبود، با عقل جور در نمی اومد. ببین، هیچ مردی واسه زن غریبه ترم خورد نمی کنه، مگه اینکه گلوش پیشش گیر کرده باشه. من که به خاطر تو به هر آباتیشی زدم. به یه زن حامله دم مرگ که حتی بابای بچهش هم نمی خوادش دل بستی، باور کنم؟ باباش گاوه نفهم بیمعرفته. مگه چیکار کردی؟ حامله ای، فدای سرت، حروم که نکردی، سیغش بودی، بارتم بار تلاس. خودم نوکری بچه تو میکنم، یه تار موی بچه تو به کل دنیا نمیدم اکرم. اگه این حرفا رو حتی برای دلخوشی من گفته باشی هم قیمتیه. همش با خودم جنگ داشتم یه رازیو بهت بگم یا نه. از نصرت و قباد میترسیدم. هر دفعه می دیدم گفتم این بار بهش میگم، می اومد نوک زبونم، اما نمی گفتم. اما الان فرق داره. پله آخرم، ترسم طوری بشه یا قواد یه بلایی سرم بیاره، این راز با خودم ببرم زیر خاک. بلخص الان که تو راز دلتو بهم گفتی، من دم مرگ چرا نگم؟ گر تو گوش خر دارم یاسین میخونم. اکرم، من نمیذارم تو بمیری. گوش کن، ندیدم،
اما شنیدم. بزرگ آقا را نصرت و قباد کشتن. چی؟ زنده بود، کمک میخواست. اگه طبیب خبر میکردن شاید زنده میمون، اما نکردن، صبر کردن تا بمیره. منو ببخش بزرگ آقا که اینجا افتادی، من بالای سرت واسدم، بیادبیه، اما روزگاره دیگه. به قول خودت افسار دست هر کی باشه اون بالا نشینه، حالا افسار دست منه. بعد از 20 سال صبر. نمیدونم درست شنیدم یا نه، نصرت بالا سر بزرگ آقا گفت خودش پدر قباده. اونی که قرار جای شما بشینه و جانشینتون باشه دخترتون نیست، قباده. قباد من، پسر من. حتی یه قطره از خون شما توی رگاش نیست، این خون منه که تو رگای اون میچرخه. پسر من از این به بعد تو امپراتوری شما پادشاهی میکنه. نفرحید سرمانش کن نصرت. خست میدونستم، همه چی رو میدونستم. خانم، آج خانم. بله. یه چای نبات لطف میکنید دل پیچه گرفتن؟ چشم. ببین خوب گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. این رازی که به من گفتی مطلقاً به کسی نمیگی، حتی به خانوادت. این داستان میتونه هم به نفع ما بشه، هم میتونه دودمانمونو به باد بده. فهمیدی چی گفتم؟ آره. آهای قربان، شما در این مکان روح افزا هر شق القمری که از آدم بخواین نگفتن بهش میشه سنگ سقر رو گیر میکنه تو گلوی آدم. چیزی که ازت خواستم شق القمر نیست. آخه یه بار افیون تو سواری هاشم دماوندی. تو نگران بار افیونش نباشون با من. نه منظورم این نیست که اون بار افیون چجوری سر از ماشین هاشم در میاره، اون که برای شما آب خوردنه. منظورم اینه که یه طور ناجوری نیست به نظرتون نقل اینه که آخه کسی باور میکنه. تو فکر کن یارو انقدر اوضاعش خورده به پیسی مجبور شد خونش رو بفروشه زن و بچهش آلا خون بالا خون کنه، درسته؟ یه جور رگ مردونگی و غیرت تو وجودش باشه واسه ضبط و ربط امور خونوادش بار افیون که سهله، بار پهنم بهش بدن جا به جا میکنه. شما بهتر میدونید. اون درصدی رو که سر گرفتن مجوز صادرات عتیقه با نصرت توافق کردی رو از همین الان بکنش دو برابر. علاوه کن بهش یه تیکه زمین دبش طلا بر میدون بهارستان که جون میده فلفور کلنگ ساخته یه هتل لوکس 5 ستاره فرنگی رو توش بزنی. این خیلی بیشتر از اون خدمتیه که من میتونم برای شما انجام بدم. اصلا همه اینا به کنار، کسی که انقذه دلش نلرزه واسه نوه بزرگ آقا که داره بی مادر بزرگ میشه، حقشه. تو سواریش که سهله، تو روده هاش هم باید افیون پیدا بشه. گل گفتی.
امر شما مطاع. فقط یه چیزی تیموری، نمیخوام ایشکی بفهمه، حتی نصرت، که من این چیز رو ازت خواستم یا این رو بهت گفتم. خیالتون راحت باشه، اما سور شاه بیبی تو تیموری بسد یه جای دیگه است. کجاست؟ پسر هاشم. حدس بزن میخواد چیکار کنه؟ خب چیکار کنه؟ یه حدسی بزن. مردی که از گیل با اون رفقای زالزالکش بگو میخواد چیکار کنن، میخوان مصدق و فراری بدن. خب مگه کشکیه؟ همینجوری بریزن مصدق و فراریش بدن بره؟ همچین مخفیانه و بدون پیشبینی قبلی و سر به زنگا اگه برسم یه دیدی شهر هرت شد. میخوام گرد و خاک کنی تیموری، قیل و قال را بندازی، فکر کن میشه قهرمان ملی. در حالی که دکتر مصدقو داشتن میدزدیدن، تو این قرقی رسیدی بالا سرشون و در حال ارتکاب جرم همشونو گرفتی. ولی محال ممکنه اینا سر در بیارن؟ کی و از کجا و چطوری قراره اون مردی که رو ببرن تبعید؟ درسته. پس باید چیکار کنیم؟ پس باید یه کاری کنیم که بفهمن. چی فرمودین؟ بفهمن، آره. منتها چی رو بفهمن؟ یه تاریخی که تو درست کردی، نه تاریخ واقعی. گرفتم. یه دکتر مصدقی براش بسازم که به ننش بگه خانباجی. خودت اینطور خواستی، پسر خانباجی. جانم چی شده؟ خوبی؟ آقا جونم، دلم بدجوری هوای آقا جونم رو کردی. خدا رحمتشون کنه. میخوای برگردی؟ نه، ولی از اونی که فکر میکردم خیلی سخت‌تره عبدالی. ببین ما تو همینجوش خیلی خطر کردیم، الان یکی ما رو ببینه هرچی کاشتی میشه علف ارز. بی برگردیم. کجا داری میری؟ خب برم یه سر و بوش یاب بنم. منم باید بیام. نه، اگه تو رو بشناسن با این ریخت و قیافه چی؟ کی منو بشناسه؟ تو بسی که سوار عبدالی نشناختی ها. چی کار میخوای بکنی؟ بسه بهت نشون بدم چی کار میخوام بکنم. شیدون بابا میدم یه برگردیم اون یه اوزا به همین ریزه ها. نگران نباش، آدم های نمارت حکمن. قیافه منم از یادشون رفته. خانم نرو شیرین، شیرین میگم نرو. سلام، ببخشید، شما برای امارت دیوان سالاری؟ فرمایش. من اومدم دنبال اکرم خانم، میخواستم ببینم هنوزم اینجا برای شیرین خانم کار میکنه. به کجای کاری؟ شیرین خانم کجا بود؟ اون که دلو دیوونه شد فرستادنش دارالمجانین. اکرم هم مدتی رفته. ای بابا کجا رفته؟ آخرین بار کاغذش از همینجا اومد برام. چی بگم من به شما بندگون خدا؟ حالا کیش هستین؟ من دختر خالشم، اینم آبجیمه، مریض احواله، از شهرستان اومدیم تهرون برای دوا درمون. حالا چیکار کنیم تو شهر غریب؟ جاییو نداریم بریم. حالا چون فامیلش هستین میگم شاید بتونی کاری واسش بکنی. اکرم رسوایی بالا آورد. چیکار کرده؟ چوپیچه افتاد که صیغه آقا شده بود. چند وقت بعدش هم شکمش اومد بالا و بی سر و صدا فرستادنش رفت. منم نمیدونم کجا. من جای شما بودم اطراف این خونه آفتابی نمی شدم. آقا خیلی شکار دستش. حالا نگین این حرفا رو از من شنیدین. با اجازه. حالت خوبه؟
چجوری انتظار داری حالم خوب باشه؟ نشنیدی مگه کلفتت چی گفت؟ مرتی که کسافت عیاش بعدت نیاده و یه جوری میگی مرتی که کسافت عیاش انگاه هنوز دل دنیا رو قباده گوه خورده قباد عوضی یعنی تو انقدر منو خوار و ذلیل دیدی؟ صابر عبدالی بهت گفته باشم و اگه یه روزی بخوای ادای این مرتی که رو باسم در بیاری ریز ریز کشونت میکنم خواهد من با معرفت تر چشباک تر از تو این شهر خیلی خب حالا تو هم اینقدر قمپوز در نکن تو من گریه نکن روشن کن بریم ما میایم با هم بازی کنیم نه بابا جان خودت بازی کن حالا میام با دروغ گفته بهت اصلا آبتی بزرگی من بدبخت حال پاشو دیران نذاشته چند بار یه حرفو میپرسی میری دارم بهت میگم امروز ملتفت تلفنت نشدم دیگه نرسیدم یا اونجا خیلی خب حالا تا صدای صاحب مغازه در نیومده تلفن اون طولانی نشده قطع کن برو خونه من دوباره تونستم به زنگ میزنم مهری یه لحظه میگم این زنه که اومده بود تو خونه چه شکلی بود خال؟ خانم جون شما اینجا چه کار میکنیم؟ خانم جون اومدم دوتایی با هم بازی کنیم همین ساکت بودن ناگه آخری گفت حرفی خانم؟ بله بابا تو حرف زدی تو خری زهر مار؟ ببخشید با شما نبودم برو پای میرم بچه بی ادب مادر جان آدم با باباش که اینجوری حرف نمیزنه خانم جون شما خودت گفتی با هم بازی کنی آره مادر حالا تو برو پایین من میام باهات بازی میکنم ای بابا میگم بازی کنیم بعد دعوامون ببخشید پروین خانم من میخواستم ازتون بپرسم بپرسی چی میخواستین بپرسی نه آها میخواستم ازتون خواهش کنم اگه میشه لطف کنین یه خورده این سیمی خانم نصیحتش کنه این قصه بازی بی تربیتی رو انقدر یاد این بچه نده ببخشید باشه بهش میگم ولی پاری وقتا این قسم بازی های بیتربیتی بچه ها کمتر آدم ها آزار میده تا کار بزرگتر ها چه کاری پروین خانم؟ چه کاری؟ آقا هوشنگ اگه با زنت مشکل داری جلو بچه دعوا مرافران انداز هیچ خبر داری ساسان چند وقت شب و جاشو خیس میکنه؟ خاله اون اندازه که مهری میگفت نبود سلام دلمون هزار را رفت بودیم نکنه اتفاقی برات افتاده دونکی شده عملگرا به یه کاری بودن اگه بهتون بگم میچسبید به سقف راستی جا را برشد اون آشناتون تونست از طریق بازجوی شهربانی خبری از جناب مصدق گیر بیاره؟ متاسفانه خیر گاهی یکی دو نوبه تقلایی کرده ولی طرف نه هم پس نهد تردید ندارم قسمت اینجوری بوده که گره نقشمون یه جور دیگه بازشه انگار همه چیز متوقف شده تا یه راه درست یه آدم درست در یه لحظه درست پیداشه سهراب میشه منظورت یه مقدار روشن‌تر و واضح‌تر بگی یکی رو پیدا کردم باورتون نمیشه البته از خیلی وقت پیش بهش فکر میکردم اما چون خیلی مطمئن نبودم حرف نزدم که امید بیهوده نسازم دوست دوران کودکیم همسایه دیوار به دیوارمون همونی که اولین بار با هم دیگه شیرجه زنیم تو رودخونه جاج رود همونی که اولین بار با هم دیگه از درخت سیب رفتیم بالا خب این دوست قدیمی تو چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ عرض میکنم خدمتون من نمیفهمم شما دارالمجانین بودین یا ایشون کجا پیداشون کردین؟ شما عقلتون رو دارین دست این آقا؟ معلوم نیست کیه چیه از کجا اومده حرف حسابش چیه؟ من معلوم نیست حرف حسابم چیه نه ببین جنوب وکی شما من دارم آقای محترم با خانم شیرین دیوان سالار صحبت میکنم با هر کی میخوای حرف بزنی حرف بزن فقط درست صحبت کن من اسیرم جناب وکیل خب اگه قرار بود زندونی باشم که میرفتم همون زندون دیگه این همه بگیر و ببند و بزن و برو اصلا برای چی بود عرض بنده من نمیتونم صبح تا شب حپه هپروت بخورم لم و لمس بشم خیره بشم به در و دیوار شما یه خورده صبر کنی
هاشم خان قراره راهی پیدا کنن که شما یه مدتی از کشور خارج بشید. چی واسه خودتون دارین همینجوری میبرین و میدوزین؟ من اگه هر اتفاقی هم برام بیفته، هر بلایی هم سرم بیاد، محال ممکنه از ایران برم. هزار تا کار نکرده دارم، هزار تا طلب که وصول نشده، هزار تا حساب که تسویه نشده. خانم جسارته، من هی عرض میکنم نره، شما میفرمایید بدوش. خانم برای سر شما جایزه تعیین کردن، شما زندانی فراری محسوب میشین. اگر نگران امنیت دفترتون هستین که الان من اینجام. خیر، بنده کی همچین عرضی کردم؟ عرض بنده از جانب احتیاطه. روز روشن پاشدی رفته تو کوچه خیابون که چی بشه؟ به مخاطراتش فکر کردین؟ آقا جون حالا طوری که نشده و چی میره استقبال بدبختی شما؟ آقای محترم، اگه فرض بر این باشه که شما را از زندان آزاد کردن که شیرین خانم ردیابی کنن، بهتره شما یه جای دیگه ساکن بشین برای یه مدتی. بیاید برای ردگوب کنی هم که شده یه مدت نقل مکان کنید به یه مسافرخونه. یعنی من شیرین خانم بذارم اینجا برم؟ بنده خودم ازشون مراقبت میکنم. شما ازش مراقبت میکنی؟ دیگه چی؟ ببخشید شیرین خانم، شما چی کاره شیرین خانم هستین که خودتون نخو در آش میکنی؟ من بهتون میگم ایشون چی کاره من هستن. ایشون قراره در آینده شوهر من بشن. حرف مهری و غیر و زالکم قبلا زدیم، بنابراین یک لحظه هم نباید از کنار من جم بخوره. تو همین یکی دو روز آینده هم با هم رفع زحمت میکنیم تا قبل از اینکه منو به زور بخواییم بفرستین فرنگ. و گرفتی چی کارش ها؟ بله خوی. من در مورد این مسئله هیچ حرفی ندارم بزنم. بقیه قضا رو صبر میکنیم، خود هاشم خان تشریف بیارن مسئله رو حل و فصل کنن. با اجازتون. بیا برو، حرف من رسیدی؟ چه حرفی؟ همین حرفو که صدق نوری زد. من بهت نگفتم نریم، خطرناکه. صابر میشه بری تو اتاقت من چند لحظه تنها بذاری؟ برم دیگه نمیام. به درک. باش، چیزی میخوای درک برات بیارم؟ صابر جونم، قراری که گذاشتیم یادت نرفته که؟ مهری خانم، مهری خانم، اخماتو دیگه وا کن که همه چی داره جور میشه. همین روزاست که با دستخوش آقا قباد یه عمارت دو اشکوبه برای حمیرا بخرم. من و تو هم دیگه خلاص. ببخشید روشن خان. جونم الان برگشتنی میام با حساب کتاب. نه راجع به اون موضوع نیستش. شما که نبودید امروز صبح عیالتون اسباب کشی کردن رفتن. اسباب کشی؟ در جهان نیستی؟ آه چرا شما بفرمید سر کارتون، من برگشتنی میام خدمتون. بفرمید. چشم، بایزه. سلام هوشنگ خان، از آخرین نوبه‌ای که همدیگر رو دیدیم یه چند روزی گذشته. اون روز بعد رفتن شما اتفاقی افتاد که بالاخره دیر یا زود می افتاد تا مطمئن بشم زن صیغه‌ای پاش رو پوست خربزه است.
تا مطمئن بشم ستاره من و شما جفته هم نمیفته و رضای خدا نیست من شما رو از زن و بچه‌تون جدا کنم. بهتره برم دنبال سرنوشت خودم. اسباب اساسی هم و اجالتم میبرم خونه یکی از دوستان میذارم. خدا هم یه چند وقتی میرم شهرستان پیش خانوادم. از شما خواهش میکنم دنبال من نگردی. این به صلاح هر دوی ماست. خدا نگهدار. بیا تو. شب بخیر. شب شما هم بخیر. فکرم داری رو رسالت کار میکنی، ولی تا جایی که من میدونم این شعر فرخی یزدی نیست. تا فاید گفتی هرچی بنویسم قبول، وقتی حال بوسلی رساله نیست. و عشق هر کس را به خود راه ندهد و به همه جایی معوا نکند و به هر دیده روی ننماید و اگر وقتی نشان کسی یابد که مستحق آن سعادت بود، حزن را بفرستد تا خانه را پاک نهد و کسی را در خانه نگذارد و به خانه آمدن سلیمان عشق را خبر کند. کیه؟ شیخ شهاب‌الدین سهروردی. شیخ مقتول. قشنگه. تو هم گاهی وقتا حرفای قشنگی میزنی که هیچ وقت ذهن آدم پاک نمیشه. این روزا همش دارم به اون حرف 3 سال پیشت فکر میکنم. فرهاد، ما میخواستیم دنیا رو عوض کنیم، اما دنیا ما رو عوض کرد. تأثیر اون شبه هفتیر کشی تو عمارت دیوان سالار یا این نقشه های پارتیزانی اخیر. شاید مردو بعضی وقتا از خودم میپرسم این حاکمای مقتدری که اون بالا نشستن واقعا نمیفهمن که با این اعمال نسنجیدشون چقدر دشمن برای خودشون میتراشن. خب این که چیز تازه ای نیست. مگه خودت همیشه نمیگفتی که تو این مملکت هیچ وقت آب از آسیاب نمیافته؟ افتاد؟ نه. حق با تو بود. نمیدونم، ولی گاهی فکر میکنم شاید بهتر قدر همین مقدار امنیت و آرامشی که داریم هم بدونیم. فرهاد شهرزاد، تو نمیدونی گیر کردن توی یه روایت اشتباه از سرنوشت حس بدی داره. معلومه که باید قدر امنیت آرامش رو بدونیم، ولی به شرط اینکه اصلا امنیت آرامش وجود داشته باشه. تو واقعا فکر می‌کنی قبادی که تا اینجا پیش اومده هیچ وقت دست از سر من تو برداره؟ الان داریم راجع به نقشه های تو و رفقات درباره دکتر مصدق حرف میزنیم یا قباد؟ خب همه اینا به هم گره خورده، نمیشه که اصلا جداشون کرد. اگه اون روز نحس 28 مرداد اونطوری مثل پتک بر سر این ملت خراب نمیشد، الان فکر کردی قباد امثال هم جرأت داشتن اینجوری جلوم بدن؟ وای، وقتا احساس میکنم خیلی خستم، نه فقط به اندازه خودم، بلکه به اندازه آدمی که از زمان مشروطه تا به امروز بار به دوشش کشیده خستم. شهرزاد، این خستگی حالا حالا ها هست، ولی از تو بعیده اینقدر زود احساس ضعف کنی. آدم های کمی هستن تو دنیا که مثل تو حتی وقتی شکست میخورن هم از پا نمیشینن. زندان، جوخه اعدام، هجران، تنهایی. فکر میکنی این همه جون و توان از کجا میاد که هنوز هستی داری ادامه میدی؟ از تو جدی میگم، زندگی هیچ وقت واسه هیچ کسی خوشبختی رو پیشکش نکرده. هر چقدر که درست رفتار کنی باز سرنوشت بازی خودش رو داره. یه لحظاتی پیش میاد که مرگ دهن وا میکنه و تو دنبال یه چیزی با ارزشی میگردی تا بتونی از خودت دفاع کنی. تو تنهاییم، تو زندون، روبروی جوخه اعدام، فقط برای اینکه یه بار دیگه ببینمت با همه ناامیدی های جهان جنگیدم. شهرزاد، اگه عشق تو نبود چه به وقت نبودنه، چه حالا به وقت بودنه،
نمیدونستم چطور باید واسه زندگیم، واسه اتاقم، واسه جهانم معنا پیدا کنم. زندگی مثل یک نقاشی مچاله شده است که عشق چروکاش از هم وا میکنه، بهش رنگ میده، بهش روح میده، بهش بود میده، و از همه مهمتر عشق از زندگی یه شعر میسازه که میتونی باورش کنی، میتونی لمسش کنی، حتی اگه در تمام زندگی یه بیت شعر نشنیده باشی. شهرزا، میخوام ازت یه سوالی بپرسم. بپرس. اگه تصادفاً مرگ بیاد سراغم، تو چی کار میکنی؟ معلومه دیگه، فلفور میرم میشم زن قباد. جدی؟ سوال احمقانه کردی، منم جواب احمقانه بهت دادم. ولی یادت باشه آقای دماوندی، آدم عاشق هیچ وقت به مرگ فکر نمی کنه، چون زندگی بهش این اجازه رو نمیده. فرهاد جانم عزیز، یه قولی به من دادی، یادته؟ کدومش؟ قول دادی کار جنون‌آمیزی ازت سر نمیزنه. من رو قولم هستم. چه خوب. شد آدم حالش همیشه اینطوری بود. البته گویا آدمای درست حسابی زیاد احتیاجی ندارن به این حال هپروت. میدونی سرهنگ یک فیلسوف هندی میگه دنیا سراسر رنج. اگر رنج نبود که این بساط را نمیداختن برای دفع رنج. البته این قسمت دومش مال خودمه. سرهنگ، قباد دیوان سالار برای چی گفته اون چند کیلو مواد رو بدم به شما؟ عملت رفته بالا؟ میگم براتون، جناب دیوان سالار اون افیون رو میخوان برای زهر چش گرفتن. از کی؟ از هاشم دماوندی. میشناسینش که؟ بله. اون عروس سرتقش اومده بود برای مداوای همسر من، بعد منو از روز 50,000 سال میترسونه. حالا قباد با پسره مشکل داره، برای چی میپیچه به پرپای باباش؟ به همون دلیل که با پسره مشکل داره. برحال اون ماجرا حله، گفتم بچه ها بذارن تو ماشینتون، ولی من نمیخوام اسمم تو این قائله باشه. جسارت قربان، ولی من اگه جای شما بودم شاید بدترش رو سر این مردی که می آوردم. چرا؟ خب آدم وقتی فکرش رو میکنه میبینه شما ماشالله واسه خودتون یه پا فیلسوفین، اون وقت یه گاو بی سواد به اسم هاشم دماوندی باز بتونه به شما نارو بزنه. نارو بزنه؟ مگه چیکار کرده؟ خبر نداری؟ فکر میکردم به گوشتون رسیده. اون که آره، خبر که دارم. تعجبم از اینه که شما از کجا خبر داشتید. بالاخره من و شما و قباد دیوان سالار عضو یک کلوپیم، کلوپ زن از دست داده. باز اوضاع شما بهتر از ماست. این فکولی های زوار در رفته، فرهاد و بابک کجا، هاشم دماوندی کجا؟ یعنی میخوای بگی که تو شهر پیچیده که همسر من با هاشم؟ ابدا،
اصلا خیال بد نکنین. فقط همین چند سباه پیش ردش کرد اون وره، اونم گویا به خواسته بلقیس دیوان سالار، وگرنه سر و سر کرد ابدو. البته میدونستم همه چیز زیر سر این بلقیس دیوان سالار گور به گور شده است. البته شایدم بلقیس دیوان سالار با هاشم دماوندی سر و سری داره. اونو دیگه باید رفت اون دنیا از خواهر بزرگ آقا پرسید. شایدم از هاشم دماوندی بپرسیم. شاید. مژدگونی بدید. یه نامه از ثریا خانم اومده از پاریس. ممنون آقا. سلام، اکنون که این نامه به دست تو می رسد، چند سباهی است که من از مرزهای جغرافیایی و از مرزهای وجودم عبور کردم و از تو و از ترسهایم گریختم و نزد فرزندانم آرام گرفتم. نمی گویم فرزندانمان، چون چه در تمام سالهای کودکی آنها و چه در نوجوانیشان هیچ حسی از پدری در تو ندیدم جز تأمین معاش و رخت و لباس. تردید ندارم که تو در خیالت همه راه‌های سنگلاخی انتقام را بارها پیموده ای. اما بدان که من کل سیاهکاری‌هایت را در سندی مکتوب کردم با تمام جزئیات و این همه را جایی امن نهادم تا اگر در واقعیت قصد کنی به راه‌ها و گور راه‌های انتقام از من و حتی پسرانت که پناه هم دادند، این سند توسط فرد امین من بر همه آشکار خواهد شد، به وجهی که حتی اگر از چنگال قانون جان سالم به دربری، از دست کسانی که توی دشخیم مسبب مرگ یا افیونی شدن پسران و برادران و شوهرانشان بودی جان سالم به در نخواهی برد. تلاش کن این شکست را بدون خیال انتقام طی کنی. این به نفع خودت است. بیش از همه نه خدا حافظت باشد و نه به امید دیدار. ثریا. ببین خودشه. آره خودشه. سلام. سلام. سلام حرفچه. لطفا حرکت کنید. عرض کنم به خدمت شریفتون که دکتر حالشون خوبه. خب حالشون راحت باشه. البته اعتصاب غذا این اواخر خیلی ضعیفشون کرده. خب میدونید که یه جور ضعف مزاجی هم از پیش داشتن، اما روحیه‌شون عالیه. میدونم قرار نیست آزاد بشن،
آخرین خبری که دارم اینه که قراره بعد از زندان تبعید شن به روستای خودشون احمد آباد، حوالی شهریار. احتمال میدم دهم یا یازدهم همین برج باشه. البته مطمئن نیستم، چون گذری از خودشون شنیدم که خودشون هم گویا از بازجوشون شنفتن. ولی با این وجود روحیهشون خیلی خوبه. بار آخر که براشون غذا بردم منو مورد لطفشون قرار دادن و گفتن حبیب من ناامید نیستم. آدم حتی توی تبعیدم میتونه به حقیقت فکر کنه. ببینم چیز دیگه ای هم هست که بخواین از حال دکتر بدونی؟ نه فعلا همینقدر ممنون. ناقابل. این چیه سهرا؟ تو که میدونی من این کارو فقط به خاطر علاقه به خود دکتر رو به خاطر تو کردم. بالاخره تو جونتو به خطر انداختی. نه لازم نیست. ممنونم. همین گوشه ها لطف کنید منو پیاده کنید. چشم چشم. یه لحظه اجازه بدید. لطف شما رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. موفق باشی. ممنون. متاسفانه حدث من در مورد تبعید دکتر درست از آب در آمد. بله متاسفانه. این رفیقت ظاهرن آدم قابل اعتمادی به نظر میرسه. دلیل نداره دروغ بگه. میشناسم همه خانوادشونو. آدم های صاف و ساده ایم. دیدی که بعدش هم پول نگرفت در ازای حرفی که زد. مگه اینکه فکر کنیم کل ماجرا یه تله باشه. نمیتونه برای ما تله باشه سهراب جان، چون اگه بو برده باشن و یه به ما شک کرده باشن همین الان میتونن دستگیری میکنن. لزومی نداره وایسن تا اون روز که بخوان تبل وارونه بکوبن و سر تبعید دکتر مصدق جار و جنجال بپا کنن. اتفاقا حکومت ترجیح میده این ماجرا بی سر و صدا تهی بشه. خب اگه اینه پس ما به چیزی که میخواستیم رسیدیم. گوش داری چی گفت؟ یه همچین جمله قصاری رو فقط میتونه دکتر مصدق بگه. آدم تو تبعید هم میتونه به حقیقت فکر کنه. سلام. سلام. این مال شماست. مال منه؟ از طرف کی؟ خواهرم داد گفتن بدم به شما. خواهرت کیه؟ خدافظ. وایسا دختر. سلام شهرزاد خانم. حالا که شما دارین قلمی من را میخوانید شاید من در دنیا نباشم. نمیدانم از احوالات من تا کجا مطلع هستید، اما من به دلیل قصاوت قباد دیوان سالار در بستر بیماری افتادم و دکترها قطع امید کردند. تو رو به خدا به نشانه ای که زیر این مرقومه نوشتم با شیرین خانم به دیدن من بیایید. حیف است من بمیرم و این همه راز درباره بزرگ آقا همش با من برود زیر خاک. اکرم گورگوران. نه خوش آمد. مثل آبجی جنم داری. جدی خوش آمد. بیا مال تو. نه من که کاری نکردم چون سروان ممنونم. یه بچه دست من برکت داره. خیلی من دست شما درد نکنم. یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حسر و یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی جهانی دروغ و
یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ کجایی عزیزم؟ بیا تا چشام تو چشمات بریزم. نگو دل بریدی، خدا نکرده، ببین خواب چشمات با چشمام چی کرده. همه جا رو گشتم، کجایی عزیزم؟ بیا تا رگامو تو خونت بریدم. بیا رو تو رو کن، منو زیر رو کن. بیا زخمامو یه جوری رو فرخون. عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟